شما چه نظری دارید؟ جمهوری اسلامی بگید که چه برآوردی احتمالاً داره، چه هزینه ای رو قراره بر مردم و کشور ایران تحمیل کنه برای اینکه بخواد سیاست حمایت از محور مقاومت و هلال شیعی که مردم ایران از اون فاصله دارند رو بخواد بس و گسترش بده؟ خدمتتون درود میفرستم جناب یزدیان گرامی و خدمت آقای دکتر عزیزی. عرض کنم به حضورتون و همه مخاطبان البته صدای آمریکا، در نظر من جمهوری اسلامی ثابت کرده تقریبا میشه گفت از سال 1396 به این طرف که مردم ایران، حداقل قاطبه مردم ایران، براش اونقدر مهم نیستن. وقتی که البته از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، منظور من بیت رهبری، شخص سید علی خامنه ای و سپاه پاسداران هست. به نظر من اونها تقریبا میشه گفت از سال 1388 به این طرف نظام رو به سمتی بردند که بر یک بدنه 3-4 میلیون نفری سرکوب تکیه بکنه و تمام ابزارهایی که به این بدنه سرکوب از نظر اقتصادی و سیاسی توانایی این رو میده که هم در سطح کشور، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی پایدار باشه، به وجود آوردن شبکه‌های مختلف مافیایی حمل اسلحه، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تا همونجوری که صحبت شد بین شما و آقای دکتر عزیزی در بحث مربوط به وجود آوردن این بقیده من شبه دولت‌های نیابتی که در منطقه به وجود آورده. بنابراین مردم ایران به اون معنا اولویت نیستند و در اون حدی اولویت هستند که سرکوب بتونه کنترل بشه و در باغ سبز بتونن به مردم نشون بدن. نشونش هم همین بقیده من کارت برنده‌ای هستش که بیت رهبری و سید علی خامنه‌ای و سپاه روی زمین گذاشتن در انتخاب یا انتصاب آقای پزشکیان و این اوورتورها و در واقع زمزمه هایی که جاری میکنن مبنی بر این که بیان دفتر کنسولی ایالات متحده رو در تهران باز بکنن که اون به اصطلاح، حالا من اینو توی گیومه میگذارم، قشر خاکستری رو کماکان یک در باغ سبزی نشون بدن بهش، و از طرف دیگه با شاخوشونه کشیدن های منطقه ای اون بدنه 3-4 میلیونی بسیج، سپاه، نیروهای انتظامی و نظامیشون رو در واقع راضی نگه دارن از اینکه آبروشون در واقع نرفته و اون سیاست خودعه هست و اون سیاست به قول خودشون کیس بودن، المؤمن و کیس هست که دارن در پیش میگیرن و کماکانم فکر میکنم معتقد هستن که 25 سال دیگه از هر زمانی که آقای خامنه ای بگن به نظرشون اسرائیل نابود خواهد شد.